But I think the topic موضوع نشست امروز ما بسیار مهم است. ما امروز سعی داریم درباره تاثیر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و منطقه خاورمیانه به طور کلی صحبت کنیم. آنچه معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که ایرانیان نسبت به اقدامات ما، دولت خودشان و سایر بازیگران چه احساسی دارند. بدون فهمیدن آنکه ایرانیان نسبت به این مسائل چه می‌اندیشند، تحلیل دشوار است. My key takeaways. این تفسیر نهایی من از مجموعه داده‌های نظرسنجی است، این که هم‌اکنون نخستین بار بیشتر ایرانیان با برجام مخالف هستند و تردید دارند که سایر کشورها نیز به تعهداتشان پایبند بمانند، همچون آمریکا که پایبند نماند. مردم ایران سیاست کنونی دولت ایران یعنی کاهش تدریجی تعهدات برجامی را تایید می‌کنند و از خروج ایران از این توافق حمایت می‌کنند. اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا به مشکلات اقتصادی در ایران دامن زده است، اما مردم آن را به عنوان اصلی مشکلات نمی دانند. بنابراین این موضوع یعنی تحریم های آمریکا با جلب حمایت مردم برای امتیاز دادن به آمریکا همبستگی مثبتی ایجاد نکرده است. نکته که من را در این نظرسنجی جدید به شدت شگفت زده کرده است این است که ایرانیان فقط در صورتی با ماندن در برجام و مذاکره درباره برخی موضوعات دیگر به جز موضوع هسته‌ای موافق هستند که آمریکا به صورت کامل به برجام بازگردد. So in terms of attitudes towards the current رویکرد ایرانیان نسبت به توافق برجام، ما از سال 2015 با ارائه توضیحاتی ابتدایی این سوال را از مردم پرسیدیم که تا چه حد این توافق را رد یا تایید می‌کنند. همانطور که در این نمودار مشاهده می‌کنید، زمانی که تازه برجام امضا شده بود، یعنی اوت 2015، مردم کاملا مشتاقانه از آن حمایت می‌کردند، اما در ادامه روند آن کاهشی بود تا جایی که امروز به این نقطه رسیده است که فقط 42% از کل جمعیت ایران هنوز حامی این توافق هستند. آنچه ما در این تحقیقات متوجه شدیم این است که مردم ایران هرگز آنقدرها به متحد ماندن آمریکا به برجام اعتماد نداشتند، اما فکر می‌کردند سایر طرفین امضا کننده برجام به تعهدات خود عمل می‌کنند و تا زمانی که آنها متحد باشند و روابط اقتصادی خود را با ایران عادی سازند، برجام ارزشمند خواهد بود. از همین رو این نمودار مهم است، چرا که نشان می‌دهد به مرور زمان اعتماد مردم به دیگر کشورهای طرف برجام نیز کاهش یافته. همچنین ما از شهروندان ایرانی سوالی پرسیدیم تا متوجه شویم آیا حمله نظامی به ایران آنها را مطیع‌تر می‌کند یا خیر. ما از آنها درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران پرسیدیم و گفتیم آیا ایران در این صورت باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، که این پاسخ ایده‌آل ما بود، همان چیزی بود که می‌خواهیم، یا اینکه فعالیت‌هایش را کم کند، یا اینکه به سطح تعهدات برجامی بازگردد، یا فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش دهد. اما میدانید اکثر قریب به اتفاق ایرانیان گفتند که اگر آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند و عقب‌نشینی نخواهند کرد. تنها 20% از ایرانیان معتقدند که برجام باعث شد فکر کنند که مذاکره راهبردی ارزشمند برای حل مشکلات با سایر کشورهاست. 70% از مردم ایران میگویند فارغ از آن که با مذاکره موافق یا مخالف هستند، معتقدند که مذاکره راهبرد ارزشمندی نیست، چرا که ما نمیتوانیم به سایر کشورها اعتماد کنیم که آیا بر سر تعهدات خود میمانند یا نه. ما از مردم پرسیدیم که به نظرشان تا چه حد توسعه موشک‌های بالستیک مهم است. تقریبا همه به اتفاق از توسعه برنامه موشکی ایران حمایت کردند. ما شاهد مخالفت جدی مردم ایران با اعمال محدودیت بر برنامه موشکی ایران هستیم. ما با طرح پرسش‌های مختلف نظر مردم را در این باره پرسیدیم. نتیجه یکی از این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که 59% از مردم معتقدند که برنامه موشکی ایران اصلاً به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. عجیب نیست اگر بگوییم که رویکرد کلی مردم ایران نسبت به آمریکا بد است. میزان نگاه منفی ایرانیان نسبت به آمریکا به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. ما همچنین درباره دیدگاه مردم نسبت به چهره‌های حکومتی در ایران هم پرسش‌های مطرح کردیم و نکته کلیدی این است که محبوبیت مقاماتی که بیشتر ضد آمریکایی هستند رو به افزایش است.
بنده میخوام درباره این صحبت کنم که ایرانیان چه دیدگاهی نسبت به دولت خودشون و دولت‌های خارجی دارن. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، مردم ایران نسبت به دولت خودشون نارضایتی‌هایی دارن. آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم از حکومتشون ناراضی باشن، پس به دولت‌های خارجی علاقه‌مند میشن. اما قضیه اصلاً به این شکل نیست. بله، مردم ایران نسبت به فساد و مشکلات آگاه هستن. خب این چیزیه که نمیشه اونو انکار کرد و فساد وجود داره. اما اونا رفتار قدرت‌های خارجی همچون آمریکا رو هم می‌بینن. مثلا درباره برجام ما دیدیم که ایران به تعهدات خود پایبند موند، در حالی که دولت‌های خارجی متحد نموندند. یه نکته جالب در نظرسنجی مربوط به انتخابات مجلس بود که در فوریه 2020 برگزار خواهد شد. حدود 80% شهروندان ایرانی گفتند که در این انتخابات مشارکت می‌کنند. پس ما با مردمی روبرو نیستیم که بگویند ما کلاً این حکومت رو قبول نداریم و انتخابات تأثیری ندارد، پس اصلاً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. بلکه کاملاً برعکس، مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند و همین مشارکت اونهاست که دولتی رو بر سر کار میاره که برجام رو امضا میکنه. برجام نتیجه انتخاب روحانی با آرای مردم بود. روحانی در سال 2017 باز هم با آرای مردم انتخاب شد. مردم در انتخابات حضور پیدا میکنن چرا که معتقدند حضورشون در انتخابات مؤثره، یعنی دقیقاً خلاف آنچه مخالفان حکومت و غرب تبلیغ میکنن. مردم ایران میگن که ما در انتخابات شرکت میکنیم و واقعاً هم شرکت میکنن. این به نظر من فوق‌العاده است. ما چندین سوال درباره نظر مردم ایران درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در اقتصاد پرسیدیم. مثلا پرسیدیم که نظرشان درباره عملکرد سپاه در مواجهه با سیل چند ماه قبل چطور بود و نگاه مردم بسیار بسیار مثبت بود.